به نام خدا سلام و عرض ادب به آموزش بهبود فرایند معاملات از مجموع آموزش های فرادرس خوش اومدید من فلفلانی هستم و در این آموزش قصد داریم با هم بعد از بررسی فرایند معامله گری ببینیم چطور میتونیم اون رو بهبود بدیم خب قاعدتا در این مسیر به ارزیابی شاخص مثل پرافیت فاکتور درادان و غیره احتیاج خواهیم داشت فصل یکم این آموزش به تشریح فرایند معامله گری میپردازه و در درس اول به بهبود فریند قبل از معامله خواهیم پرداخت قبل از شروع بحث اصلیمون من, من مفروضات این آموزش رو خدمتون عرض میکنم فرض اولمون اینه که افراد با علم اقتصاد آشنایی دارن و میتونن اخبار مربوطه رو تحلیل کنن خب قاعدتا وقتی میگیم اخبار مربوطه صرفا اخبار اقتصادی نیست بلکه همونطوری که میدونید مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و غیره هم روی علم اقتصاد اثرگذار هست و به طور کلی وقتی که ما مسائل علوم انسانی رو تحلیل میکنیم نمیتونیم فقط به بررسی یک متغیر بپردازیم بنابراین ما تصور میکنیم افرادی که در این آموزش حضور دارند یه اطلاعات حداقل سطحی راجع به این موضوع دارند علاوه بر اون ما تصور میکنیم که افراد حتما قبل از ورود به این آموزش حداقل آشنایی با تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی رو دارا هستند یعنی اینکه تا حالا آموزش تحلیل تکنیکال یا بنیادی رو گذروندن همچنین ساختار بازارهای مالی رو باید بشناسید یعنی اینکه بدونید اساساً به عنوان مثال بازار سرمایه برای چه هدفی ایجاد شده بازیگران اصلی که در این بازار وجود دارند چه افرادی هستند و با چه اهدافی دارند در بازار فعالیت میکنند اینها خیلی مهم هستش ما تا زمانی که ساختار بازارهای مالی رو نشناسیم و مأموریت و فلسفه وجودی اونها رو درک نکنیم نمیتونیم درش یک فعالیت مستمر و اثر بخش رو داشته باشیم و نمیتونیم به سودآوری مداوم برسیم فرض بعدی ما اینه که افرادی که در این آموزش حضور دارن حتما تجربه انجام معامله در بازارهای مالی رو دارن و با چرخه احساسات درگیر شدن و به این موضوع باید پی ببرید که مدیریت سرمایه و همچنین روانشناسی فردی و روانشناسی بازار بسیار بسیار مهم هستش بعضی از افراد تصور میکنن که زمانی که اونها به تحلیل تکنیکال مسلط شدن یا اطلاعاتی در خصوص تحلیل بنیادی به دست آوردن دیگه میتونن در بازارهای مالی به موفقیت برسن در حالی که ابدا اینطور نیست و اتفاقا تبدیل شدن از یک تحلیلگر به معاملگر کار بسیار بسیار دشواری هست و مهمترین تفاوت معاملگران با تحلیلگران همین موضوع مدیریت سرمایه و روانشناسی هستش و فرض آخر ما اینه که افراد احتمالاً بعد از اینکه مدتی در این بازارها فعالیت میکنند و معاملات خودشون رو انجام میدن آموزش میبینند مطالعه میکنند در نهایت دوچار یک سردرگمی میشن در خصوص اینکه از چه تحلیلی بالاخره استفاده کنند از چه متدولوژی های یا روش های معاملاتی بایستی استفاده کنند و این سردرگمی دقیقا مقدمه بسیار بسیار خوبی برای ورود به آموزش فعلی ما هست چرا که ما در این آموزش قصد داریم شما رو از این سردرگمی رها کنیم و روش هایی رو مقابل روی شما قرار بدیم که بتونید فرایند معاملاتی خودتون رو خودتون بهبود بدید با تجزیه تحلیل معاملات گذشته اما همون طوری که از عنوان این آموزش هم مشخص هست ما دنبال این هستیم که به موضوع معاملگری به چشم یک فرایند نگاه کنیم ابتدا ببینیم فرایند چه اجزایی داره و وقتی که ما راجع به فرایند صحبت میکنیم منظورمون دقیقا چیه باور داریم که یه فرایند از یک سری ورودی ها تشکیل شده به عنوان مثال در این شکل ملاحظه میکنید که یه سری مواردی وارد شده از این ناحیه و بعد یه سری فعالیت های روی این ورودی ها انجام شده مثلا فرض بفرمایید ورودی تحلیل ما میتونه تجزیه تحلیل اخبار باشه یا ورودی تحلیل ما میتونه سیگنال های دیگران باشه و بعد ما باید یه سری فعالیت های رو انجام بدیم روی اون ورودی در نهایت همه این فعالیت ها که انجام شد منجر به یک سری خروجی میشه مثلا خروجی معامله ما میتونه منجر به سود بشه یا زیان اما نکته بسیار مهم این هستش که ما بتونیم در تک تک این اجزا فرایند کاوی انجام بدیم و ببینیم اصلا ورودی هامون رو چطور باید بهبود بدیم و چطور باید مدیریت کنیم اصلا چه فعالیت هایی رو باید در این موضوع فرایند معامله گری انجام بدیم و بعد چطور میتونیم خروجی هامون رو تجزیه تحلیل کنیم یعنی وقتی که ما زیان کردیم یا به سود رسیدیم باید برگردیم و کل این فرایند رو تجزیه تحلیل کنیم خب در ادامه این موضوع کاملا شفاف خواهد شد برای شما فرایند معامله گری شامل سه زیر فراینده که هر یک باز یه سری فعالیت دارند. دارن منظورمون چیه یعنی ما وقتی که میگیم میخوایم وارد معامله بشیم خب قاعدتا یک سری اقداماتی رو قبل از معامله انجام دادیم ما اصطلاحا در این بخش میگیم باید فرایند قبل از معامله مون رو مدیریت کنیم که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت همچنین زیر فرایند دیگه که داریم بحث مدیریت معاملات باز هستش یعنی ما وقتی که وارد معامله میشیم حالا خیلی خیلی مهمه که چطور اون معامله رو مدیریت کنیم چطور بتونیم تیک پروفیت یا اصطلاحا حد سود و حد ضرر خودمون رو توسعه بدیم و یا جابجاش بکنیم مثلا ممکنه ما در فریند قبل از معامله یه حد ضرری رو تعیین بکنیم یا حد سودی رو مشخص کنیم و بعد وقتی که وارد معامله شدیم حرکات کندل به کندل رو در نمودار قیمت دنبال کنیم و ببینیم نه میشه حد ضرر رو جابجا جا کرد یا میشه حد سود رو جابجا جا کرد یا حد سود رو تقسیم کرد به دو مرحله و در دو مرحله خارج بشیم از اون معامله اینجا فرایند مدیریت معاملات باز بسیار بسیار نقش کلیدی رو داره و در ادامه فرایند بعد از معامله ما هست یعنی جایی که باید بیایم ژورنال معاملاتیمون رو مجدد تجزیه تحلیل کنیم ضعف و های معاملات قبلی رو بسنجیم و یه سری فاکتورهایی رو که در فصل دوم این آموزش بهش خواهیم پرداخت رو تجزیه تحلیل کنیم در ادامه این آموزش تک تک این موارد رو با هم بررسی خواهیم کرد و بایدها و نبایدهاش رو خدمتون توضیح میدم تا بتونید فعالیتهاش رو خودتون مشخص کنید منظور چی؟ از بایدها و نبایدها یعنی اینکه ما قبل از معامله نباید اعصابمون ناراحت باشه یا جسممون ناراحت باشه جسم ناراحت یعنی اینکه مثلا درگیر یک بیماری باشیم یا اعصاب ناراحت منظور این هستش که ما قبل از معامله مثلا به خاطر ضررهای گذشته احساس سرخوردگی کرده باشیم یا با خانواده بحث هایی رو داشته باشیم و بعد بخوایم حالا بیایم شروع کنیم به فرایند معامله همچنین باید بدونیم معامله کردن در یک محیط پرنبسان یا شلوغ ممکنه کار بسیار سختی باشه و جلوی ما رو بگیره از اینکه بتونیم یک فعالیت خوب رو داشته باشیم یا بتونیم به استراتژی معاملاتی خودمون پایبند باشیم فقدان استراتژی معاملاتی یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم هست یعنی من خیلی ها رو دیدم که اصلا استراتژی معاملاتی ندارن و دارن معامله میکنن این موضوع قطعا منجر به ضرر خواهد شد اگر هم منجر به سود بشه احتمالا اون سودها به صورت تصادفی و شانسی هست و یه زمانی خواهد رسید که بازار تمام اون سودها رو از اون افراد پس میگیره بنابراین یه نکته بسیار بسیار مهم این هستش که ما تا زمانی که استراتژی معاملاتی نداریم نباید وارد معامله گری بشیم و اتفاقا باید هدفمون این باشه که به یک استراتژی معاملاتی برسیم این بسیار بسیار مهم هستش در حساب های مجازی معامله کنیم یا روی کاغذ یا دفترچهی بشینیم و بازار رو تجزیه تحلیل کنیم نقاط ورود و خروجمون رو بنویسیم و به یک استراتژی مشخص برسیم قاعدتا نمیشه ما جدای از فضای بازار به استراتژی برسیم موضوع بعدی این هستش که ما مفاهیم مهم هر بازاری که داریم درش فعالیت میکنیم رو باید بشناسیم و تا زمانی که این شناخت حاصل نشده عملا فعالیت در اون بازار نمیتونه یک فعالیت خوب باشه فعالیت خوب منظورم فعالیتیه که منجر به یک سودآوری مستمر بشه مفاهیم مهم منظورم چیه منظور این هستش که ما بدونیم اساسا پول چیه ارز چیه اصلا نظام بانکداری چیه اقتصاد چیست اقتصاد خرد چه چیزی رو تحلیل میکنه اقتصاد کلان به چه موضوعاتی میپردازه تورم رو بشناسیم اینها مفاهیم کلی هستش در خصوص هر بازار هم مفاهیم رو بشناسیم مثلا افرادی که در بازار بورس دارن فعالیت میکنند باید بدونن حجم مبنا چیه حقیقی کی هست افراد حقوقی چه افرادی هستن هدف افراد حقوقی از فعالیت در بازار مالی چیست هدف افراد حقیقی از فعالیت در بورس چیست اینها رو باید بشناسن بدونن از چه سایت هایی میتونن منابع تحلیلی رو دریافت کنن و این قبیل موارد همچنین یه سری بایدهایی رو هم قبل از معامله باید ما بدونیم و بهش پایبند باشیم. مواردی که در اسلاید قبلی با هم بررسی کردیم نبایدها بود یعنی مواردی که ما تا زمانی که به اونها نرسیدیم نباید وارد معامله بشیم و در این قسمت هم مواردی هستش که باید قبل از ورود به معامله اونها رو بررسی کرده باشیم. مهمترین بخش این بایدها مرور استراتژی معاملاتیه. استراتژی معاملاتی باید شامل تشخیص جهت بازار باشه یعنی من وقتی که نمودار رو نگاه میکنم بدونم در چه شرایطی به این نتیجه میرسم که بازار صعودی است در چه شرایطی به این نتیجه میرسم که این نمودار نزولی هست و در چه شرایطی به این نتیجه میرسم که این نمودار دارای روند رنج یا خونسا هست به عبارت درستتر فاقد روند هست باید متودولوژی تشخیص این جهت بازار رو من یه جایی نوشته باشم و این یکی از دو جزء مهم استراتژی معاملاتی هست و جزء دوم اینه که بدونم چطور وارد میشم به معامله و چطور خارج میشم یعنی نقطه ورود و خروج و ستاپ رو داشته باشم مثلا آنچه که لنس بیگز در خصوص ستاپ های معاملاتی میگه به طور دقیقتر تر ستاپ پول بک چیست و من چطور از این ستاپ استفاده میکنم در فرند معاملاتم اینها باید کاملا شفاف بشه یعنی من چطور نقطه ورود و چطور نقطه خروج میگیرم این باید یه جایی مدون بشه که ما اصطلاحا بهش میگیم استراتژی معاملاتی و حتما باید نوشته بشه. باید بعدیمون اینه که ژورنال معاملاتی و نقاط ضعف و قوتی که در گذشته داشتیم رو باید قبل از معامله مرور بکنیم. قاعدتا میدونید دیگه ما منظورمون قبل از معامله قبل از هر جلسه معاملاتی هست نه اینکه قبل از هر یه دونه معامله کردنمون منظور از جلسه معاملاتی اینه که من امروز میخوام بشینم پای بازار بازار رو تحلیل کنم و یه سری معاملاتی رو داشته باشم خب در شروع اون نشستن باید استراتژی مرور بشه باید ژورنال معاملاتی و نقاط ضعف و قوت گذشته مرور بشه همچنین اخبار مهم و تغییرات مهمی که در بازار رخ داده نسبت به جلسه قبلی که من نشستم پای بازار باید بررسی بشه و مرور بشه این هم بسیار بسیار مهم هستش خب همونطور که میدونید بازارهای مالی بی وقفه در حال فعالیت هستند اما ما ممکنه با یه سری وقفه هایی بخوایم وارد یه سری معاملاتمون بشیم بنابراین باید حتما اون تغییراتی که در این وقفه وجود داشته بررسی بشه موضوع بعدی انجام مدیتیشن هست و همچنین گوش دادن به موسیقی با فرکانس 432 هرتز میتونه در این زمینه راهگشا باشه اینکه من اعصابم رو آرام بکنم قبل از اینکه بخوام معامله گری رو شروع بکنم اینها همونطوری که خاطرتون هست مواردی هستش که باید قبل از ورود به معامله انجام میشه موضوع بعدی سیستم انگیزشی خودم رو مرور کنم که اینها باید حتما در این استراتژی معاملاتی مدون شده باشه در اصطلاح اون تریدینگ پلن ما یا پلن معاملاتیمون مشخص شده باشه بگیم مثلا هدف و مأموریت من از اینکه که دارم در بازار معامله گری انجام میدم چیست چشم من چیست یعنی پنج سال دیگه میخوام کجا بیستم ارزش های من چیست مثلا یکی از ارزش های من اینه که از پول هایی که دیگران به من دادن برای معامله گری استفاده نکنم از پول وام برای معامله گری استفاده نکنم و همچنین این قبیل موارد اینها ارزش های ما میتونه باشه و میتونه بسیار زیاد باشه میتونه بستگی به افراد داشته باشه و فرد به فرد هم متفاوت باشه در ادامه باید معاملات بازم رو یه دور نگاه کنم و با سیستم مدیریت سرمایه‌ام تطابق بدم جلوتر اینها یه مقدار شفافتر میشه و براتون بیشتر توضیح میدم یعنی اگر معامله‌ای رو من دارم از جلسه قبلیم که باز هستش یه دور دیگه اون رو بررسی بکنم و ببینم تو چه شرایطی هست و ببینم آیا سیستم مدیریت سرمایه‌ام به من اجازه میده با وجود اینکه این سرمایه درگیر یه معامله هستش باز هم معامله جدیدی رو باز بکنم این قبیل موارد بسیار بسیار های اهمیت هست همچنین بازار رو رصد بکنم واچ لیستم رو مرور بکنم موقعیت های معاملاتی متناسب با اون استراتژی که قبلا نوشتم رو دوباره پیدا بکنم و ببینم در چه شرایطی هست در ادامه باید نسبت میزان سود به ضرر رو در اون نقاطی که پیدا میکنم بسنجم در این قسمت حتما خاطرتون هست ما موقعیت های معاملاتی رو پیدا میکردیم مثلا میگفتیم نماد x یا هر قلم معاملاتی که پیدا کردیم اینجا ممکنه خوب باشه برای ورود مثلا من تشخیص میدم که بازار در روند سعودیه و یه جایی میخوام بخرم چه چیزی رو بخرم با استفاده از این مرور واچ لیست و همچنین جستجوی موقعیت های معاملاتی پیدا کردم که مثلا سهام شرکت الف رو میخوام بخرم حالا نکته بسیار مهم اینه که ببینم آیا نسبت سود به ضررش برام صرفه داره یا خیر که جلوتر راجع به این مسائل به صورت خیلی دقیقتر و حرفه‌ای‌تر بحث خواهیم کرد در مرحله بعد ببینم حالا که نسبت سود به ضرر اگر اوکی هست و مورد تایید هست با چه حجمی میتونم وارد بشم با توجه به نقطه ورود و حد ضرری که دارم اصول مدیت سرمایه اینجا نقش بسیار اساسی ایفا میکنه مثلا فرض کنید من ممکنه اصل مدیت سرمایه‌ام بر این باشه که بیش از دو درصد از کل سرمایه‌ام در هر معامله از بین نره بنابراین فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین کننده حجم مجاز ما خواهد بود که در ادامه کاملا کاربردی این رو بررسی میکنیم اما اینجا لازم هستش که مفاهیم اساسی رو شما بدونید که وقتی وارد نمودار قیمت شدیم و خواستیم به صورت کاربردی موضوع رو بررسی کنیم دیگه موضوع کاملا جا بیفته و در ذهن شما نقطه ابهامی باقی نمونه بنابراین بعد از بررسی نسبت میزان سود به ضرر یا اصطلاحا ریسک به ریوارد میگن یا در بعضی جاها ریوارد به ریسک این رو باید اول تعیین کنم و بعد بگم با توجه به این نسبت حجم مجاز من برای ورود به معامله چه چیزی خواهد بود خب قاعدتا فاصله نقطه ورود تا حد ضرر در این موضوع بسیار تعیین کننده خواهد بود در درس گذشته ما به بررسی فرایند قبل از ورود به معامله پرداختیم و در این درس به بررسی نحوه مدیریت یک معامله باز میپردازیم و فرایند حین معامله رو بررسی کنیم. در این فرایند ما باید توجه کنیم که باید دائما بازار رو رسعت بکنیم متناسب با اصولی که در استراتژی مدون کردیم که جلوتر راجبش بحث کنیم. هدف ما این هستش که در این قسمت معاملمون رو رها نکنیم درسته که ما بعد از اینکه وارد معامله میشیم حتما حد سود و حد ضرر مشخصی رو داریم و اینها رو قبل از ورود به معامله تعیین کردیم و روی نمودار قرار دادیم اما این بسیار بسیار مهمه که ببینیم قیمت داره چطور رفتار میکنه و کندل به کندل نمودار رو دنبال کنیم و ببینیم آیا داره به حد سود ما نزدیک میشه یا خیر اگر داره نزدیک میشه با چه چینش نشکندلی داره نزدیک میشه اگر داره به حد ضرر ما نزدیک میشه با چه چینش نشکندلی نزدیک میشه و چقدر داره زمان از ما میگیره و هزینه فرصت اون معامله رو ببینیم و همچنین شرایط دیگر در نمادهای معاملاتی دیگر رو متناسب با استراتژیمون دنبال بکنیم موضوع بعدی آنالیز سطوح ابطال ایده هست این به این معناست که ما ببینیم مثلا من وارد معامله خرید شدم و قیمت داره ریزش پیدا میکنه در اون ریزش من باید ببینم چنانچه نرسیده به حد ضرر من دوباره قیمت برگشت به سمت بالا این احتمال وجود داره که اساسا ایده من برای رسیدن به تارگت یا حد سودم مختل شده باشه البته در درس آخر همین فصل اینها رو, رو روی نمودار قیمت با هم بحث میکنیم اما هدف اینه که پیدا بکنم که چه سطوحی میتونه ایدم رو ابطال بکنه و به عنوان مثال حد سودم رو بیارم پایین تر یا در بریکیون یا نقطه سر به سر خارج بشم یعنی بعد از معامله خرید قیمت اومده پایین و مجدد الان داره میره بالا منتها به حدی اومده پایین که دیگه من امیدی ندارم که به حد سود برسه بنابراین حد سودم رو میارم در بریکیون قرار میدم و در سر به سر از معامله خارج میشن یا همینطور در بالا رفتنش و این قبیل موارد که روی نمودار با هم کامل بررسی میکنیم بنابراین آنالیز سطوع ابطال ایده بسیار بسیار مهم هستش و جاش در فرایند حین معامله یا مدیریت معامله باز هست جا به جایی حد سود و حد ضرر از دیگر مواردیه که ما باید بهش توجه کنیم که تا حدی همپوشانی با سطوح ابطال ایده هم داره اما به این معناست که به عنوان مثال قیمت میره بالا در همون معامله خرید ما و اینجا میطلبه که من حد ضررم رو بیارم بالاتر قرار بدم مثلا بذارم در نقطه ورود منتها بعد از اینکه دیدم یه شرایطی در نمودار ایجاد شد یعنی متناسب با استراتژی خودم یا به عنوان مثال قیمت داره میره بالا و به نزدیکی حد سود میرسه اما مجدد شروع میکنه به پایین اومدن حالا باید من بدونم که تکلیفم چیه با این شرایط آیا باید حد سود رو رها کنم حد ضررم رو رها کنم یا نه باید یه مدیریت فعال داشته باشم برای معاملات خودم و بیام و حد سود و حد ضرر رو جابجا جا کنم اگر قرار هستش جابجا جا کنم چند بار میتونم این جابجایی رو انجام بدم نکته بعدی که در حین معامله باید انجام بشه تنظیم حجم مبتنی بر حرکات قیمت هست و احتمالا میتونه منجر به خروج در چند مرحله بشه به عنوان مثال من در همون بحثی که با هم بررسی کردیم معامله خریدی که حالا وارد سود شده حالا نزدیک شده به حد سود من آیا من باید با تمام حجمی که وارد شدم در حد سود خارج بشم یا نه اگر میبینم حرکت قیمت بسیار پرقدرت هست به سمت تارگت من بهتر هستش که فقط نیمی از معامله خودم رو ببندم و نیمه دیگر رو اجازه بدم با قیمت حرکت کنه و از اون طرف حد ضرر رو بذارم پایین تر از حد سود اولم و حد سود دومی رو تعیین کنم بسیار بالاتر با توجه به چینش کندلی نمودار قیمت این موضوع میتونه انجام بشه و باید در استراتژی ما این موضوع شفاف بشه که خروج من در چند مرحله است ورود من در چند مرحله است نکته بعدی بررسی اخبار مهم و بررسی نمودار قیمت و تطابق وضعیت موجود با دلایل ورود به معامله قبل از ورود به معامله منظور چی از این عبارت منظور این هستش که حالا که من وارد یه معامله شدم و حسابم مرتبا داره بالا میره پایین میاد یعنی وارد سود میشه وارد زیان میشه حالا من باید ببینم چه اخباری داره به بازار مخابره میشه چه شرایطی داره در نمودار ایجاد میشه همه اینها رو در کنار همدیگه بسنجم تا بتونم به این تصمیم برسم که آیا دلایلی که من به اون دلایل وارد معامله شدم هنوز هم به قوت خودش باقی هست هنوز هم پا بر جا هست یا نه مثلا در بازار سهام ما میایم سهامی رو به خاطر اینکه شرکت پشتش دارای یه طرح توسعه بسیار فوق‌العاده هست می‌خریم اما زمان میگذره و گزارش هایی که شرکت میده در سامانه کدال میبینیم که نخیر اون گزارشات متناسب با اون مواردی که ما تصور میکردیم در طرح توسعه ممکنه رخ بده وجود نداره بنابراین دلایل ورود ما به معامله داره اینجا نقض میشه پس ما باید از معامله خارج بشیم یا ما نگاه کردیم دیدیم روند سعودی وارد معامله خرید شدیم حالا داریم میبینیم نه در نمودار قیمت داره قله زیر قله دره زیر دره تشکیل میشه یا نمودار وارد فضای رنج یا خونسا شده خب قاعدتا اون دلیل ورود به معامله ما اینجا نقص شده و باید ازش خارج بشیم این که چطور و چگونه باید در استراتژی ما بیاد این آموزش داره به شما مواردی رو میگه که باید ذهن شما نسبت بهش حساس بشه ببینید اگر این موارد رو در پلن معاملاتی خودتون لحاظ نکردید برگردید و اون رو بازنگری کنید و اینها رو درش لحاظ کنید دقت کنید من اینجا نمیتونم بیام به شما دلایل و منطقهای مختلفی رو بگم که ممکنه دلایل ورود به معامله باشه این موارد فردی و شخصی است و متناسب با استراتژی شماست اما اگر این موارد رو مدون نکردید و جایی ننوشتید باید برگردید و بازنگری کنید نکته بعدی حفظ بیطرفی نسبت به همه چیز هست وقتی که شما در حین معامله هستید یعنی معامله ای رو باز کردید اگرچه که حفظ این بیطرفی یکی از سخت ترین کارهایی که یک تریدر باید انجام بده و تقریبا نشدنی هست ولی به طور نسبی حداقل باید نسبت به این موضوع آگاه باشید و در راستاش تلاش کنید منظور مزول چیه که اگر من وارد یه معامله خرید شدم از اون لحظه که این معامله رو باز کردم ذهنم میاد و یه فیلتر میذاره جلوی همه اخبار بد که در راستای قدرت فروشندگان هست و چون من در طرف خریدار و در طرف تقاضا ظاهر شده بودم فقط اخبار مثبت رو میبینم اخبار منفی رو اتوماتیک ذهنم داره فیلتر میکنه شما باید اینجا توجه داشته باشید که اتفاقا سعی کنید دنبال اخبار منفی هم برید اتفاقا اگه شرایط غیر از بنیادی رو در استراتژیتون دارید یعنی با تحلیل تکنیکال دارید ترید کنید اتفاقا دنبال اون کندل های منفی باشید ماروبوزه های نزولی رو ببینید الگوهای کندلی منفی رو ببینید الگوهای کلاسیک هارمونیک هر نوع در واقع تحلیلی که دارید ممکنه الیوت استفاده کنید و هر جنس دیگه ولی برید دنبال الگوهای اصلاحی اگر وارد معامله خرید شدید اگر برعکس وارد معامله فروش شدید برید دنبال الگوهای انگیزشی رو به سمت بالا بگردید منظورم از الگوهای انگیزشی الگوهایی هستش که در الیوت داریم مثلا اون پنج موج انگیزشی و غیره در ادامه تمرکز روی فرایند و عدم تمرکز روی پول یا اهداف مالی هست این بسیار بسیار مهمه تمام انگیزه ما از این دوره آموزشی این هستش که شما به معامله گری به چشم یک فرایند نگاه کنید زمانی که شما به چشم یک فرایند نگاه میکنید به معامله گری دنبال این هستید که تک تک این فعالیت هایی که داریم مراجعش صحبت میکنیم رو به دقت اجرا کنید و ذهن شما روی اجرای اینها متمرکز هست و نمیره دنبال این که بله من اگر این معاملهام به حد سود برسه میتونم اینقدر سود به دست بیارم این مقدار ثروت به دست بیارم و برید سراغ اهداف مالی در زندگی این بسیار اشتباه نباید در معامله تمرکز شما روی پول روی سود روی ضرر یا روی اهداف مالیتون باشه بلکه باید تمرکزتون بره روی اجرای درست فرایند معامله که ما به سه بخش تقسیمش کردیم در این آموزش پس من از همه شما بزرگواران تقاضا می کنم که حتما فرایند معامله رو با اهداف مالیتون ترکیب نکنید اگرچه که اون چیزی که به شما انگیزه میده برای اینکه در بازار بمونید و حتی بقا داشته باشید همین اهداف مالی هست رعایت اصول مدیریت سرمایه هست و غیره اما تمرکزتون باید روی فرایند باشه نه اینکه به این فکر کنید که اگر من در این معامله به فلان سود برسم میتونم مثلا فلان خونه یا ماشین الف، ماشین ایکس و, و زد رو تهیه کنم یا اینقدر سطح رفاه زندگیم رو بهبود بدم اگر شما دنبال اون باشید تمام این فرایند مختل میشه در این قسمت من فرایند مدیریت معامله باز رو تشریح کردم البته تک تک اینها میتونه روی نمودار قیمت توضیح داده بشه که در درس آخر همین فصل این کار رو با هم انجام خواهیم داد و بریم در حال حاضر سراغ درس بعدی که فرایند بسیار بسیار مهم بعد از معامله هست در این درس به بهبود فرایند بعد از معامله و اهمیت جورنال نویسی و تحلیل ضعف و قوت میپردازیم و توضیح میدیم که چه مواردی اساسا باید در ژورنال ثبت بشه و چگونه و با چه دیدگاهی تجزیه تحلیل بشه خب همونطوری که میدونید دیکته نانوشته غلط یا اشتباه نداره یعنی اگر ما نیایم و نتیجه معاملاتمون رو در جایی ثبت کنیم هرگز نمیتونیم اونها رو تحلیل کنیم هرگز نمیتونیم اشتباهات خودمون رو بگیریم و همه اینها فقط در ذهنمون میمونه و ما نمیتونیم طی یک فرایند این موضوع رو حل و فصل کنیم و ادعا کنیم که داریم بهبود مستمر در معاملات کسب میکنیم بهبود مستمر منظور اینه که ما بتونیم بعد از هر سشن معاملاتی بعد از هر ماه بعد از هر سال که از عمر معاملاتی ما میگذره این ادعا رو داشته باشیم که نسبت به سال قبل نسبت به ماه قبل تونستیم استراتژی خودمون رو بهبود بدیم تونستیم مایندست یا فرایندی که در ذهن ما داره اتفاق میفته رو بهبود بدیم بنابراین اون جورنال ما ورودی فرایند بهبود مستمرمون هست که در درس بعدی و فصل بعدی به شاخص که برای ارزیابی معاملات هست میپردازیم در ادامه تحلیل علل ریشه شکست فوقلاده مهمه علل ریشه شکست به این معناست که من هر معامله ایم که وارد ضرر شد یا اون ضرر نامتعارف بود یا تعداد معاملات زیانده هم از یه حدی بیشتر شد یا تعداد معاملات زیانده پشت سر همه من از یه حدی بیشتر شد بیام و یه چنین نموداری رو ترسیم بکنم که اصطلاحا بهش میگن نمودار استخوان ماهی اینجا خود این ماهی میتونه مشکل ما باشه یعنی شکست ما در معاملاتمون باشه و بعد اینجا برای هر یک از این استخوان ها بیایم و یکی از علل ریشهای بروز این شکست رو بنویسیم مثلا بگیم اینجا عدم رعایت اصول مدیت سرمایه اینجا بنویسیم عدم بررسی اخبار اینجا بنویسیم عدم وجود حال روحی و روانی مناسب یا تغذیه نامناسب و بعد بریم اینا رو باز در هر یکی از این استخوانها استخوانهای کوچکتری که براش وجود داشته رو بنویسیم مثلا بنویسیم علت عدم رعایت اصول مدیت سرمایه چی بوده طمع زیاد علت طمع زیاد چی بوده عدم تمرکز روی فرایند و تمرکز روی اهداف به این شکل بتونیم اینها رو ریشه یابی کنیم یعنی یه ریشه بزرگ یک استخوان بزرگ و بعد استخوان‌های کوچکی که به این استخوان بزرگ وصل شده و بعد استخوان‌های کوچکتری که به این استخوان‌های کوچک متصل شده هدف اینه که ما بریم ریشه مشکلاتمون رو پیدا کنیم خب این نوع نگاه میتونه در کل زندگی ما موثر باشه نه فقط در فرایند معامله گری پس ما حتما نیازمند این هستیم که در ژورنال خودمون این قبیل نمودارها نمودارهای استخوان ماهی رو ایجاد کنیم به مرور یعنی ما به طور مثال بیایم هر سه ماه یک بار معاملات خودمون رو پایش کنیم ببینیم این ریشه مشکلات ما چی بوده در ادامه بازنگری سیستم مدیریت سرمایهمون بسیار مهمه یعنی بعد از اینکه ما این علل ای رو پیدا کردیم ببینیم ضعف سیستم مدیریت سرمایه‌مون چی بوده و قوانین اون رو مدون کنیم که در درسهای بعدی و فصل بعدی با هم راجهش بحث میکنیم در ادامه بازنگری استراتژی ورود و خروج ما هم بسیار بسیار حائز اهمیته. یعنی ما ببینیم که اساساً با چه متدولوژی وارد میشدیم شدیم با چه روشی خارج میشدیم شدیم مدیعت سرمایه سرمایه‌مون چطور بوده به طور کلی اینها رو بیایم و بازنگری کنیم. کی میتونیم این بازنگری رو انجام بدیم وقتی که جورنال معاملاتی رو داشته باشیم چه چیزی رو در جورنال معاملاتی بنویسیم این قبیل موارد منظور هر چیزی که برای بهبود میتونه موثر باشه و به ما کمک بکنه ما در چه بازاری فعالیت کردیم این باید در جورنال ثبت بشه آیا در بازار سهام فعالیت کردیم آیا در بازارهای کالایی بوده و هر بازار دیگه ای که هست اینجا باید مشخص بشه یعنی در جورنال معاملاتی باید بازارهایی که ما داریم فعالیت درش میکنیم و انگیزه ما از فعالیت در اون بازار شفاف بشه موضوع بعدی سرمایمون هست اول باید کل سرمایمون رو بنویسیم کل داراییهای های مالیمون رو بنویسیم داراییهای های غیر مالیمون رو بنویسیم بعد بگیم این داراییها رو چطور داریم تقسیم بندی میکنیم مثلا چه درصدی از کل مربوط به املاک و مستقلات هست چه درصدی از کل مربوط به دارایی هایی که کسب و کار ما رو میچرخونه هست مثلا اگر کارخونه ای داریم یا هر جنس دیگهی که داریم فعالیت کنیم چه دارایی هایی رو بردیم از جنس پول در بانک سپرده گذاری کردیم یا اصطلاحا سرمایه گذاری کم ریسک یا بدون ریسک انجام دادیم و چه بخشی از اون رو در بازارهای مالی آوردیم و در کدوم بازار چه درصدی از کل رو گذاشتیم اینها باید شفاف بشه بعدا اصول مدیریت سرمایه‌مون رو میخوایم مبتنی بر همین موارد برسیم در چه نمادی معامله کردیم حالا به طور خاص هر معامله باید این موارد برای شفاف بشه که ما در چه نمادی معامله کردیم با چه ستاپی وارد شدیم با چه ستاپی خارج شدیم چگونه جهت معامله رو تشخیص دادیم یعنی من اساسا چطور فهمیدم بازار سعودی است چطور فهمیدم بازار نزولی است این رو باید مشخص کنم حالا که فهمیدم بازار سعودی است با چه ستابی وارد شدم با چه ستابی خارج شدم در ادامه در چه تاریخی وارد شدم با چه قیمت یا با چه نرخی وارد شدم با چه نرخهایی خارج شدم و در چه تاریخی آیا در چند نوبت خارج شدم این برای هر معامله باید در یک فایل ترجیحاً اکسل ثبت بشه چقدر کارمزد پرداخت کردم بابت اون معامله و در نهایت معامله من منجر به سود شد یا ضرر و به چه میزان و در ادامه نمره ریسک و نمره انضباط رو بنویسم منظور از نمره ریسک و نمره انضباط چیه دوستان خواهش میکنم که راجبش فکر کنید نمره ریسک یعنی اینکه آیا من به اصول مدیریت سرمایه‌ام پایبند بودم یا خیر مثلا اگر گفتم در هر معامله حجم رو طوری تعیین میکنم که چنانچه حد ضررم زده شد نهایتا دو درصد از کل سرمایم از بین بره آیا من در این معامله این رو رایت کردم؟ مثلا حد ضررم زده شده؟ آیا واقعا فقط دو درصد سرمایم از بین رفت؟ یا نه به خاطر مسائل مختلف در معامله باقی موندم حد ضرر رو آوردم پایین تر و ده درصد سرمایم از دستانم در یه معامله این رو باید مشخص کنم موضوع بعدی نمره انضباط هستش منظور از نمره انضباط چیه منظور اینه که من حواسم باشه آیا به استراتژی معاملاتی خودم پایبند بودم یا خیر یا حسی وارد معامله شدم یا به خاطر سیگنال دیگران وارد یک معامله شدم مثلا در قسمت قبل گفتیم باید ببینیم که ما چطور جهت بازار رو مشخص میکنیم چطور نقطه ورود رو مشخص میکنیم مثلا ممکنه بگم من میام یه بازه صد کندلی رو نگاه میکنم چنانچه کف بالای کف تشکیل شده بود و با این ویژگی ها در تشخیص اون کف ها تصمیم میگیرم که بازار سعودی است و فقط اجازه دارم وارد معامله خرید بشم یا میگم مولتی تایم فریم نگاه میکنم در دو تایم فریم نگاه میکنم و بدین ترتیب تشخیص میدم بازار سعودی است و وارد معامله خرید میشم و مثلا تعریف میکنم که ستاپ پول بک من یعنی پول بک مثلا به یه خط روند سعودی این کم و کیف و داره حالا نگاه کنم ببینم آیا واقعا در این تاریخ و در این نرخی که من وارد شدم اون اصول رو رعایت کردم آیا نگاه کردم ببینم جهت من درست بوده آیا نگاه کردم ببینم واقعا پول بکی تشکیل شده که من وارد شدم با اون ستاپ یا خیر این خیلی مهمه در ادامه باید درس آموخته ترید رو بنویسم یعنی من تجربیات مختلفی رو ممکنه در طول سالهای معامله گری پیدا کنم این تجربیات اگر نگارش نشه تدوین نشه از بین میره من باید بعد از هر ترید یا بعد از مجموعه ای از تریدها ها بیام و درس آموخته ها ما بنویسم این درس آموخته ها میتونه چه موارد رو در بگیره در ادامه راجعش صحبت میکنیم اما به طور کلی میتونه این باشه که مثلا من حال روحیم بد بود وارد معامله ای شدم و نتیجهش خوب نبود به صورتی کیفی یا بیاد بیان کنه که من با سیگنال خرید یا سیگنال فروش آقای الف آقای ب وارد شدم یا خارج شدم و نتیجه نتیجه دلچسبی نبود ای کاش بعدش خودم هم میرفتم و گزارشات شرکت رو میخوندم ای کاش خودم میرفتم و تکنیکال نمودار قیمت رو بررسی میکردم و این قبیل موارد در ادامه نکات دیگه رو هم عرض میکنم که اینها باید در جورنال شما وجود داشته باشه وقتی میگم وجود داشته باشه یعنی مدون شده باشه و نوشته شده باشه پیدا کردن الگوهای احساسی و رفتاری فوقالعاده مهمه منظور چیه منظور وضعیت خوابه من ممکنه بعد از اینکه این ژورنال این رو تشکیل میدم و معاملات مختلف خودم رو مینویسم به این نتیجه برسم که هر باری که کمخوابی داشتم یا بیخوابی داشتم معاملاتم خیلی خوب نبوده این باید نوشته بشه بنابراین شما در زمانی که معامله رو باز میکنید در جورنال خودتون باید یه ستونی رو داشته باشید تحت عنوان وضعیت خواب حالا میتونید به صورت کیفی بنویسید یا نمره بدید بهش مثلا بین یک تا سه یک تا پنج ترجیحاً هم فرد باشه که عدد وسط رو بتونید متوسط در نظر بگیرید نکته بعدی وضعیت خوراک هست یعنی من آیا غذای فسفودی خورده بودم آیا با معده پر بودم یا خیر آیا به هر صورت تغذیه مناسبی داشتم یا خیر مثلا یه ساعت هم از غذا خوردنم گذشته بوده یا خیر آیا اگر صبح نشستم پای معامله قبلش صبحانه خوردم یا خیر و این قبیل موارد وضعیت ترید نسبت به اخبار و احساسات پیرامون اخبار این هم باید در جورنال شما وجود داشته باشه مثلا من معامله رو باز کردم در حالی که میدونستم نیم ساعت بعدش قرار هستش خبر مهمی در بازار جهانی منتشر بشه یا در بازار داخل معامله ای رو باز کردم به خاطر اینکه مدیرعامل شرکت موضوعاتی رو مطرح کرده منظور اخباریه که مثلا مدیرعامل یه شرکت میاد منتشر میکنه یا معاونینش یا مدیر امور سهامش یا هواشی که پیرامون یک سهم وجود داره من باید احساس خودم نسبت به اون اخبار و تحلیل خودم نسبت به اون اخبار رو یک جایی ثبت بکنم که بعدا بتونم یه روندی رو یعنی این الگوهای احساسی رو پیدا بکنم در خودم مثلا بگم من هر باری که بنا به گفته مسئولین شرکت ها یا بنا به گفته مسئولین اقتصادی یا مسئولین سیاسی تصمیماتی رو گرفتم منجر به شکست شد پس از این به بعد هرگز به این موضوعات استناد نمی کنم فقط نمودار قیمت رو می بینم یا فقط ترازنامه می بینم صورت و سود و زیان رو می بینم یا اخبار دیگه در همون بازاری که دارید فعالیت میکنید نکته بعدی اینه که آیا ترید سودده بزرگی باعث شده که تریدهای کوچک زیاندهی باز کنم؟ این یکی از الگوهای رفتاری که بسیار رایج هست مثلا ممکن شما یه معامله رو باز کنید و اون معامله بیش از پنج برابر اون چیزی که انتظار داشتید به شما سود بده حالا ذهن شما کاملا مستعد این قرار میگیره که معاملات دیگری رو به صورت دلی و حسی باز کنید و بگید حالا خیلی اهمیتی نداره من نهایتا استاپلاسم که زده بشه بخشی از اون سود بزرگی که گرفتم از بین میره و دقیقا ساز و کار بازار برای پس گرفتن سود از شما به همین ترتیب هست ممکنه شما تریدهای کوچک زیانده پنج یا شیش تا باز کنید بعد از یک ترید سودده بزرگ اتفاقی که رخ میده اینه که شما بعد ذهن خودتون رو از دست میدید آمادگی روانی خودتون رو میبازید و ممکنه نتونید به استراتژی خودتون پایبند باشید موضوع بعدی این میتونه باشه که ذکر کنید در بازار رنج من عملکرد بهتری دارم یا در بازار رنج و خونسا عملکرد بدتری دارم یا من بیشتر ترجیح میدم در بازارهایی که روند سعودی دارن وارد بشم اونجا ستاپهای های من شانس موفقیت بیشتری داره عملکرد ذهنی موفق تره. نمره انضباط هم نمره ریسک هم بهتر بوده این قبیل موارد باید ذکر بشه بعضی از افراد واقعا نمیتونن در بازارهای رنج و خونسا معامله کنن نوسان گیری کنن بعضی از افراد برعکس اتفاقا ذهنشون مایندستشون ساخته شده برای عملکرد مطلوب در بازارهای خونسا بنابراین این موضوعات باید کاملا شفاف بشه برای اینکه این الگوها رو